سلام بچه ها، امیر عباس هستم و اینجا کانال اسکیل ویده. نه، من امیر عباسم، نه اینجا کانال اسکیل ویده. بردی ال پی هستم. خوش اومدید به گیم پلی خیلی باحال دیگه از بازی اینترنت کافه سیمولیتور. از این بازی خیلی وقت پیش گیم پلی گذاشتم، ولی خب اصلا کیفیتش و اینا جالب نبود و خودم رو راضی نکرده بود. به خاطر همین تصمیم گرفتم که دوباره این بازی رو شروع کنم و ازش گیم پلی بذارم. بچه‌ها یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارشو بزنید که به محض اینکه من ویدیو جدید منتشر می‌کنم شما اولین نفری باشید که ازش باخبر میشه. نظراتتون هم راجع به کل کارهایی که تو این کانال دارم انجام میدم برام توی کامنت ها بنویسید. تمام کامنتاتون رو میخونم و همشون رو جواب میدم. لینک پیج اینستاگرام و کانال تلگرام هم توی دیسکریپشن زیر همین پست براتون نوشتم. یه سری از ویدیوها رو نمیتونم توی یوتیوب منتشر کنم، میتونید اونا رو دنبال کنید و از اونجا تماشا کنید. بریم ببینیم داستان بازی چیه. خب من بازی رو یه ذره قبلا رفتم جلو که ببینم با این سیستم چجوری میشه داستانش. اوکی بوده، ولی الان از اولش دوباره شروع میکنم. خب استارتاپمون هم میذاریم روی 10000 دلار که بتونیم 4 تا کار انجام بدیم حداقل. اسم کافمون هم میذاریم LP کافه. بریم یه کافینت خفن بسازیم. خب اینجا بهمون میگه که اینجا یه اتاق توی هتله که تو اجارش کردی، تو میتونی اینجا غذا بخوری و بخوابی و از دستورالعملایی که کنار تصویر میاد پیروی کنی تا بتونی مثلا موفق بشی و کسب و کارتو گسترش بدی و اینا. به به چه کیفیتی. من حالا یه ذره طول میکشه تا به این گرافیک عادت کنم، هی میگم اینو تو همه ویدیو. بشمار چند بار من گفتم عجب کیفیتی. خب من یه ذره سنس موس رو ببرم بالا، واسه اینکه خیلی پایینه الان. خب الان اوکی شد. این بازی هم دقیقا مال همون شرکتیه که بازی استریمر لایف سیمولیتور رو ساخته و کاردیلر رو، یعنی همه داستاناش همون جوریه. همون طوری که الان هم میبینید اینم میخواد پدر ما رو در بیاره با گرسنگی دیگه، ولی خب احساس میکنم که کیفیت و اینا این یه ذره بالاتر از اون. یه پیتزا بزنیم، یه چیزی هم اینجا هست، فقط نمیدونم که غذا مزه و اینا تو این چجوری میشه سفارش داد هنوز. بریم ببینیم کافمون رو چیکار میتونیم باهاش بکنیم. نمیشه بریم تو اتاق یکی یه ذره مزاحمت واسش ایجاد کنیم؟ چه هتل خلوتی، اشکی نیست، بریزید بیرون بابا. بذار برم بالا هم یه نگاه بندازم ببینم چه خبره. چقدر اتاق متاق داره اینجا؟ سرجم چند نفر توی این هتل زندگی میکنن؟ اصلا چند طبقه است؟ من اول اینو بفهمم که این هتل چند طبقه ایه. خب مثلا اینکه همین بود دیگه، کلا سه طبقه است و هیچ کدوم از درا رو هم نمیتونیم باز کنیم. این چرا کفشاشو گذاشته بیرون؟ اسکل کفشاتو بردارم برم. من خودم کفش دارم، اصلا کجا هم من پام کو؟ چرا کاراکترم اصلا معلوم نیست؟ ولش کن بریم دنبال کاروبارمون که باید کلی پول لر بیاریم و کلی قسط و بدهی و خرج داریم. اینجوری الکی نمیتونیم ول بچرخیم توی بازی. من زودتر برم برسم به کافه. در خروجی کدوم ور بود؟ فکر کنم در خروجی اینجا بود. اینجا هم چند تا چیز مختلف داره دیگه. یه دونه کافه خودمه. این اسکل رو نگاه کن، دوزه این، این دوزه، بگیریدش. آها غذا مزا اینجا ها مثل که میفروشن، میتونم یه چیزایی بخرم واسه خودم. اینو میخرم بعد میخورمش. نمیشه ورداری بذاری تو کیفی چیزی اینه همون بازیه؟ بذاری پیتزا هم بخرم تست بکنم. ای دوتا خریدم. کجا میره اون وقت اینا؟ الان اینونتوری چیزی ندارم من. اینایی که خریدم چی شد؟ باید بخورم حتما دیگه، فکر کنم میخورم دیگه، از هیچی که بهتره. این یکی هم میخورم، مثل اینکه نمیشه برداری بری. خب داشتم میگفتم که یه دونه کافه خودمون اینجاست، یه دونه کلاب هم اون طرفه، بعد یه چیزای دیگه هم هست که من هنوز نمیدونم دقیقا، ولی قبلا رفته بودم توشون رو دیده بودم. مثلا این که کافه خودمه. بریم اول اینجا رو اوکی بکنیم، یه کسب و کاری واسه خودمون را بندازیم، بعدش دیگه میریم حالا جزئیات بازی هم میبینیم. چه کثافتی هم زدن به اینجا. من نمیدونم کدوم بیشوری قبلا اینجا کار میکرده که اینجوری آشغال ریخته. همینجوری جعبه پیتزا و ته سیگار و کیسه آشغال و همه چی ریختن کامل. من اول اینجا رو ترتمیز میکنم کلش. حالا این ور رو فعلا فکر نمیکنم کاری داشته باشیم، چون بیشتر از یه دونه سیستم بعید میدونم بتونیم بخریم، ولی حالا همش رو سریع تمیز میکنم که دیگه چیزی رو مخمون نباشه. کلا آلودگی میره رو مخم، همه جا باید تمیز تمیز باشه، نباید کثیفی چیزی جای باقی بمونه. چقدرم اتاق بازه حالا که ما هیچی پول نداشتیم. اگه من یه میلیون دلار الان پول داشتم کلا گیم منو میورد تو همون اتاق اول، هیچ جا دیگه هیچ کاری نمیتونستم بکنم. حدیفه یادمه که روی اون سطل آشغاله و اینا هم یه چیزایی بود اینا. خب اینجا فکر کنم دیگه اوکیه، اینو دیگه لازمش ندارم فعلا. بابا باری کلا ببین چجوری وایسا. اینم ور میدارم یه جا میزنم به دیوار، مثلا اینجا فکر کنم خوب باشه. خیلی شبیه همون بازی استریور لایفه، ولی خب داستانش فرق میکنه دیگه. اینجا رو باید کافینت کنیم و مشتری بیاد تو و پول بده بهمون و اینا. جانم
چی میخوای؟ برو پول مول، من خودم فعلا ندارم. وای چقدر نزدیک، ترسناکه. این لحظه منتظرم یه حرکت غیر منتظره بزنه. دفعه ببین میری یا با باتوم بیام بفرستمت بری؟ دید مثلا که باتوم رو آها اینا آشش اسکل هيا جلو کافه من وایسیا. کسی زیاد دور و بر من نپله که اصلا من حساب مصاب ندارم. اینم میذاریم دم دستمون باشه، خیلی یارو فکر کنم باید باش بزنم. اینم که هیچیو، بریم سراغ پی سی ببینیم چیکار میتونیم بکنیم باش. خب چه قرقرکی هست کامپیوترمون. اول چیزایی که باید بخرم، یه دونه میزه، یه دونه صندلی گیمینگ خوبمون یارو دست فروشه گذاشته بود برای فروش. شاید صندلی برم اونو بخرم اگه باشه. بذار اول یه نگاه بکنم ببینم اگه اون هست برم اونو سریع بخرم. اون چون قیمتش مفته خیلی به دردم میخوره. اگه عوض نکرده باشه میخرمش. اینا معمولا خیلی ارزان‌تر میفروشن. اینو میخرم. این کیس کامپیوتر بود که میخواستمش. بذار ببینم دیگه این جمعه بازارشون چی میشه خرید. اوه چه مانیتور جالبی. چنده این؟ 1799 تا. اینم میخرم، اینم فکر کنم به کارم میام. بابا ای چیکار میکنی داداش؟ کوری نمیبینی دارم خرید میکنم؟ اسکول برم باتوم بیارم دیگه، اینجوری وای نستی اینجا. اینم میذارمش اینجا. یه سیستم درست حسابی بذاریم حالا که داریم هزینه میکنیم دیگه. ولی مفت ها، اینا این قیمت نیست، اینا انقدر میفروشن. این صندلی هم میخرمش حالا که میتونیم بخریم. بخریم دیگه، چرا نخریم. خب اینم صندلی. میز فقط نداشت کسی دیگه. نه تو چی داری؟ تو که هرچی داشتی خریدم دیگه. این پنکه هم فکر کنم به کارم بیاد. بذار اینم ببرمش با خودم. چجوری یه دفعه میره رو سقف در میاد؟ کسی نیست دیگه اینجا چیز خاصی بفروشه. این که قضا مزا داشت. اینم که فعلا هرچی داشت خریدم دیگه. اینو نگاه گیر کرده، اینجا نمیتونه رد شه. اوه اوه اینجا رو ببین. برگرد نگاه نکن، اصلا بد آموزی داره بازیش. مثل این که این خیلی داستان داره. فقط الان میزو میخوام دیگه تقریبا. بذار از بالا من بیام پایین، همینجوری هرچی که میخوایم رو بخرم دیگه. ماشین که نمیخوام، کیس خریدم، پنکه خریدم، صندلی خریدم، کنسول ندارم، هدست میتونم یه چیز ارزون بذارم باشه که این اسکولایی که میان اینجا یکم استفاده کنن ازش. اینو میگیرم دیگه. کیبورد ندارم، یه کیبورد فوق العاده آشغالم میخرم 199 دلار. اصلا برام مهم نیست کسایی که اینجا با سیستم من کار میکنن راحت باشن یا نه، ولی این موسه دیگه خیلی داغونه. این 256 دلاری رو میخرم. لپتاپم که نمیخوام، مانیتورم گرفتم. میز خیلی مسئله مهمی حالا، خیلی تاثیر داره تو دیزاین کافینتت. به خاطر همین من میز درست حسابی میگیرم. این میزه فکر کنم بد نباشه، نسبتا بزرگم هست. فکر کنم حتی دوتا سیستم هم بشه روش گذاشت، شاید، البته مطمئن نیستم. حالا اینم میخرمش. اینا هم مثل این که داره دلیور میشه و میرسه. خب اینجا که کارمونو کردیم، کامپیوترز چیه؟ You can easily manage all computers. آها اینجا کامپیوتر هنوز ندارم، به دردم نمیخوره. IC design چیه؟ IC design هم مثل این که توش میتونی پوستر بزنی به دیوارات و کف اینجا رو مثلا تغییر بدی و بفروشی چیزایی که داری و اینا رو. گیمز چیه؟ میتونیم چند تا بازی بخریم. چقدر جالب. این گیم هم فکر کنم گیم جالبی باشه. اگه دوست داشتید که این بازی هم ادامه بدم و گیم پلی های بیشتری ازش بذارم، حتما تو کامنت ها برام بنویسید، اینم ادامه میدم در کنار استریمر لایف سیمولیتور. البته چون اونو خیلی باهاش کار داریم، باید بریم جلو، ولی اینم داره نظرمو کم کم جلب میکنه، به نظرم خیلی باحاله. GTU رو میخریم، هاف لایف رو میخریم، یه دونه زیفا هم میخریم باشه دیگه. اسمشونو چقدر باحال عوض میکنه، انصافا خیلی باحاله. ICS چی؟ آها اینجا فکر کنم میتونیم مغازه و اینا رنت کنی توش. کریپتو اکسچنج. اوه ماینر هم میشه بخری، یعنی اگه تو اینم بشه ماینر بخری که عالی میشه اصلا. بابا اینا چیه؟ ولمون کنترل قران، هی ما رو ننداز تو این داستانا. یه سری چیز دیگه هم داره که حالا نشونتون میدم دیگه. اول برم سیستم رو درست بکنم که دوتا مشتری هم بیاد تو ذره پولم در بیاریم. جانم آقا اینا مال منه، نگاه نکن. اول از همه میزو باید بذارم. خدا رو شکر اولین چیزی هم که اولین چیزی هم که برداشتم میز بود. واقعا این شرکت خفنیه، خیلی بازیای باحالی درست میکنه. یعنی من خودم واقعا این بازیا رو دوست دارم، اصلا با این بازیا حال میکنم فقط. چه پرتی میکنه روانی. یه ذره کج گذاشته بودم، صافش بکنم. الان فکر کنم اوکی. به به چه میز بزرگی. فکر کنم روی این میزه باید بشه دوتا سیستم هم بذاری. حالا باید تست کنم دیگه، نمیدونم دقیق. بابا پرت نکن، صاف مثل آدم بذار دیگه. چه مانیتوری، عجب سیستمی جمع کردم مفت. صندلی هم بذارم سر جاش، عجب یا اولفز ریدی تو همه چی بابا. اسکل اه عجب خریه این. ای حواسم نیست، مثل اون استریمر لایفه میخوام بازی کنم، ولی این داستانش اونجوری نیست. هی میزنم پرت میکنم همه چی.
البته اشکال نداره دیگه، کم کم داره دستم میاد و میدونم که چی جوری بذارم. یه کلیک قبلش باید بکنی، من از اول هی راست کلیک میکنم میزنم پرت میکنم دیگه. اینم کیس و درست همه چی، اینم از صندلی و صندلی جاش درسته دیگه، نه درست نبود، یه ذره باید بذارمش این ورتا. خیلی دم دره، در بسته میشه الان. هی میخوای صندلی تو تکون بدی؟ نه دیگه اینجا اوکی. دیگه چی گرفته بودیم؟ بقیهش بیرونه. اینم کیبوردش، کیبوردم میذاریم این رو. دیگه چی؟ یه هدست باحالم گرفتم، اینم واسهشو میذارم روی میز که حال کنم بچه‌ای که میام پیش ما. هدف اول ما رضایت مشتری کلا. ای وای پرت کردم جون مادر تو، یه دونه نزنی برینی تو کل داستان. موسم یه ذره باید بذارم جلوتر فکر کنم. اونجا اینجوری کار کن دیگه، اوکی همین. بذار اینجا ببینم اومد تو سیستم، میتونم الان روشنش کنم و راش بندازم و اینا یا نه. اومده و آها اصلا تعطیله اینجا الان، باید باز کنم کافه رو. یه حرکتی باید میزدی از تو بود، آها اوکی شد الان. خب درم میبندم که هر کی خواست بیاد تو دیگه در بزنه و بیاد. این چیه؟ این گوشه مال اسپلیته ولی ندارم اصلا من هیچی که اینجا. خب اینم میذاریمش رو میز، حالا مثلا گوشتم رو میز. دیگه چه کارهایی میشه کرد؟ میتونم سیستم دیگه بگیرم هم اضافه کنم، یا بذار اول یه مشتری بیاد تو ببینیم اصلا دنبال چی ان اینا. سه تا بازی هم واسه شون گذاشتم دیگه، بذار برم مشتری بیارم تو. مثلا که مشتری ها اینجوری نمیان. بیا برو بشین پای سیستم، بیا تو کافه من آشغال. چرا نمیای با کامپیوتر کار کنی اینجا؟ سه تا گیم خفن دارم، همه چی اوکی اوکی. دستشویی و نگاه این چیه؟ سونا خوشیه. جکوزی بود چی بودین؟ ما که کافه رو باز گذاشتیم دیگه. آی پلیس حواست باشه دزموز نره این تو که خودم با چماق وایسادم اینجا. من دور بزنم این دور ورا الان یا اونجوری رانه رو تو این محل. بچه خوشه ببینیم چه خبره تو شهر، اصلا چیا هست، کی داره چی کار میکنه. چی بودین؟ ایندیان یوشی. چقدر منحرف جیم، چه چیزایی توشه واقعا، که من متاسفم برای این شرکت. به چه چیزایی داره دقت میکنه همه. این پشت من همه رو میزنم میندازم فعلا. اوه اوه اینو ببین داداش، اینجوری راه نرو تو این محل. اینجوری میگم راه نرو، اینجوری راه نرید. من به کت باز حساسم، کلا میره تو مخم هر که اینجوری راه بره. اینم بد داشت نگاه میکرد. اینم پراش ریخ. این دوزه، این دوزه، این دوز بود. ایول اینم ماینر فروش اینجاست. بذار دو تا اینا بخریم. فقط این که باتومم باید بندازم، مثل این که کیف میف نداریم اینجا متاسفانه. حالا یه کاری میکنم، باتومو میندازم پیش همین، میام هی میبرم دیگه. مغازم کجاست؟ مغازم کجاست؟ این کجا بود؟ این وسط این راه رو است. این یه ذره جاش زخ شد، نمیشه مارکو اینا کرد. این گوشی موشی نداره، یه ذره جایی که این هست الان سخت، ممکنه یادم بره، ولی حالا میام پیداش میکنم دیگه. تو این راه رو است که سرش یه تابلو قرمز کوچیک داره دیگه، اینو الان میذاری. البته فکر کنم مغازه خودم هم همین دور و براست، خیلی دور نیست. آره دیگه همینو مستقیم میری اونور، اوکی میشه همه چی. این از ماینر، ماینرها رو میذارم اینور که کسی نبینه زیاد. ها یا بذارم دم دست باشه، ماینرها رو میذارم این پشت فکر کنم بهتر باشه نبینن اینا. این یکی از ماینرها، بعد برم اینور اون یکی ماینرم بگیرم، شاید یکی دوتا دیگه هم بخرم. جاشو دیگه یاد گرفتم دیگه، خیلی ماینرها خوب پول میده. اینم بریم بچسبونیم به دیوارو دیگه پول پارو کنیم تو این گیم. چه پولی در بیارم من اینجا؟ میترکونم گیمو. این مثلا که کد و اینا نداره، ولی الان چجوری روشن میشه این؟ آها اینجاشون باید بزنی روشن بشن. کافینت که اصلا بهونه است، اصل داستان ما این پشت قراره اتفاق بیفته. من یکی دیگه هم برم بخرم که با چهار تا کارو شروع کنیم حداقل. اینجا خونم همین بغل بود. چقدر من الکی گشتم دنبال مغازه، چقدر خوب همه چی نزدیک به هم. این شرکتی که این بازی‌ها رو داره درست میکنه تقریبا برای هر شغلی داره یه دونه سیمولیتور میسازه. چهار تا ماینر گذاشتیم اینجا، هنوزم میتونم برم ماینر بخرم، ولی باتومم بذار برم اول بیارم اونجا. این باتومه رو من لازمش دارم. کجا باید میرفتم؟ اینجا دزموز می، اینا دزن، دزن، اینا نباید بیان اینجا. یکی دیگه هم بذار بخرم. اصلا اینا رو میبینم من وسوسه میشم، نمیتونم جلو خودمو بگیرم. یه چیزی که عجیبه واسم الان فعلا اینه که چرا هیچکی نمیاد بشینه پای کامپیوتره. فکر کنم انقدر همه رو زدم ترسیدن دیگه، کسی جرئت نداره دیگه بیاد تو. اینم میذاریمش اینجا روشن. بذار نگاه بندازم ببینم همشون وصله. یه فوکوس میزنیم که کامل بریم تو
تو رو جون مادرت ول کن تو. بذار اینجا ببینیم چه خبره. من چیزی ماین نکردم. هیچی ماین نکردم یعنی هنوز. آها اینجا داره ماین میشه دیگه. خوبم دارن ماین میکنن نسبت به 4 5 تا دونه. خیلی زودتر از استریمر لایف داره ماین میشه. کاش میشد عوض کنیم مثلا چیزای مختلف ماین کنن. این فقط بیت کوین رو ماین میکنه. بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو هم تماشا کردید. امیدوارم که از این گیم پلی هم خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتید که بازم از این بازی گیم پلی بذارم حتما توی کامنت ها برام بنویسید. تمام کامنتاتون رو میخونم و همه‌شون رو جواب میدم. یادتونم نره که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید. فقط یه چیزی بگم به بچه‌هایی که جدیداً وارد کانال شدن و دوست دارن که کانال رو سابسکرایب کنن. بچه‌ها اول حتما یه دونه کامنت بذارید بعد کانال رو سابسکرایب کنید که سابتون نپره، چون یوتیوب سابای ایرانی و اکثرا میپرونه. اگه زیر ویدیو قبلی کامنت جالبی گذاشته باشید حتما آخر ویدیو نشون میدم. خیلی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.